کاری مثلا 3 ماه قبل میتونیم بدیم، 4 ماه قبل میتونیم مثلا اپلیکیشن رو بدیم داخل، فکر میکنید؟ یا اینکه باید مثلا 1 ماه مونده یا 20 روز مونده به تاریخ کار تمام بشه بعد بفرستیم داخل؟ میتونم حدس بزنم که بستگی به این کار، درآمد، وضعیت شرکت، اینا هم یه مقدار بستگی داره. اگر مثلا شما در شرکتی مثل اریکسون کار میکردید، حقوق و درآمد بالایی داشتید و شرکت از اعتبار خاصی برخورداره، مثلا 2-3 ماه قبل من توصیه میکردم که این درخواست رو بدید. ولی وقتی اگر نوع دیگه‌ای باشه که خودتون حدس میزنید چی، اون موقع من فکر میکنم که همون لحظه روزهای آخر درخواست بفرستین خیلی بهتره، برای اینکه شما اون 4-48 ماهی که صحبتش میشه رو تونستین با مدارک یه جا براشون بفرستید که کار رو 48 ماه رو کار کرده، حالا 48 ماه لر چقدر. بعد بنابراین شرکت های کوچیک که به اصطلاح معمولا مورد زیر ذره‌بین هستن و تحقیقات بیشتری در این مورد انجام میشه، بهتره که در مدت کوتاهی که به اتمام اقامت مونده این درخواست رو بفرستید، که بعدا دوباره منجر به درخواست بعدی که پرونده تکمیل بکنید را وجود نداشته باشه. مدرسه ای هست که حدود 40 نفر پرسنل داره، فکر میکنه تو کاتگوری که شما من نمیتونم حدس من نمیتونم نظر بدم، ولی این چیز حس کلیه، نه اینکه این حتما اینطوری خواهد بود. ممنون، متشکرم. بعد من یه سوال در مورد اسکات و مالیات داشتم، نمیدونم میتونم بپرسم؟ نه متاسفانه وارد جزئیات اونجوری نشین چون وارد نیستم. احتمال ایران هست تا بیشتر مال اینجا اون که دیگه بدتر میشه. سپاسگزار از شما، موفق و پیروز باشه. خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید بر روی خط هستید. سلام جناب آزادی و جناب نیمای محترم. خواهش میکنم، درود بر شما، بفرمایید. من چون با تاخیر رادیو رو گوش میکنم و تلویزیون اینترنت، در خصوص اون دوست افغانمون که مشکل ازدواج داشتن، اگه ازدواج داشتن چیزی، اگه اجازه بدیم وقت ما بذاریم برای کسانی که سوال دارن، چون میتونی شما فردا میتونی به من زنگ بزنی. من توضیحی که من دادم کافی باید بشه. نه یه مطلبی که قشنگ یه راه حلیه. نه نمیخوام گوش بکنم. دقیقاً فردا اگه اجازه بدی در موقع دوست داشتی میتونی زنگ بزنی، تو طول برنامه حتما مطرح کنید. باشه. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. 2398 بفهمید بر روی خط هستید. الو. بفهمید، خواهش میکنم. سلام علیکم آقای آزادی و مهمون عزیز. قربان شما، سپاسگزارم، بفهمید. یک سوالی دارم در رابطه مشکلی که من دارم با این شرکت کمهم. من به اصطلاح مشترک این شرکت بودم، در ماه آگوست من اشتراکم رو با این شرکت قطع کردم و اینا هم طبق یک نامه، یک ایمیل به اصطلاح نوشتن که بله اشتراک شما از این تاریخ به بعد قطع میشه و تمامی مخارج اینها رو من در آخرین بار ماه سپتامبر دادم، چی که مونده بود از پولشون که من دادم اینا رو. بعد از اون متوجه شدن که اینها کماکان دارم از من پول کم میکنن، ماهی 399 کرون، و وقتی من دوباره چک کردم دیدم که در ماه 11 هم 1400 کرون از من کم کردن. وقتی من تماس گرفتن گفتن این 4000 کرون بابت اون باکسی بوده، دیجیتال باکسی بوده که برای ما نفرستادی و من الان این دیجیتال باکس هم براشون فرستادم، و ولی به من میگن که شما 2600 کرون از این پول من کم کردن. من میگن که ما 2500 کرون از 2400 کرون میفرستیم و تمام مدارک اینا که به صدا ابونمان من تا کی هم بوده با این شرکت اینا هستش، اینا من میتونم از این وضعیت شکایت کنم یا نه؟ اون اضافه رو باز چه بابتی نفهمیدین؟ حالا به اون بجز اون باکس به ماهی 399 کرون از من کم کرده. چند ماه بیشتر از اون؟ یک ماه بیشتر کم کرده از من. اوبسینینگز تید نداشتین به اصطلاح؟ نه خیر، اوبسینینگز تید من یک ماه بوده و من آخرین بار این اضافه پولشم که بوده اینا من دادم اینا و اینا خودشون گفتن از این تاریخ به بعد دیگه تو مشترک. خب وقتی شما سوال میکنین چه جوابی دارن به شما؟ چرا اضافه برداشت شده؟ حرفای متناقضی زدن. اول به من گفتن که اینها در تلویزیون اوبسینینگش یک ماه بوده ولی اینترنت 3 ماه هستش. ولی من تو چیزم رو چک کردم، هم تلویزیون و هم چیز رو اینها قطع کردن و گفتن که از این تاریخ قطع اوبسینینگ که تو دیده تو هم 1 ماه هستش، تو چیزشون هم هستش. و ضمن این که خودشون 1 ماه کم کردن، اگه 3 ماه بود اینا تا باید ماه
ژانویه اینو کم میکردن، اینو کم از من نکردن و از اون بیشتر اینا هیچ سرویسی به من ندادن. یعنی اصلا چون خونه ما اصلا اینترنتی وجود نداشته، اصلا این چی دیره نفس دادن خونه ما اینا. و من خودم تو این کار هستم، برای اریکسون کار میکنم، میدونم اگه فرض کنم دیگه. آقای رستمی یه چیزی رو من فقط این وسط پایم به این دوست عزیز بگم، شما هم ببینید، میدونید که الان کمه و تلتوه با همدیگه در همدیگه ادغام شدن و الان من ببخشین کلمه رو بکنم میگم، یک مثلا خیلی همه چیشون بسیار عجیب غریبه، حتی کمه اینترنت استودیو رو برای من نامه اومد که ما اینترنت شما رو دیگه داریم قطع میکنیم، در شما در نکنید، که من تماس که گرفتم گفتم نه ما چون در همدیگه ادغام شدیم این نامه ها میاد و بعد یکی دیگه و هیچ جواب درستی نمیتونستم بدن تا من این مسئله رو حل کردم. ببخشید من فقط خواستم این توضیح رو بدم که الان خیلی من چند روزی هم هست که با این حالا بعد خب اون یه ماه اونگونه است، بعد اون گفتن که دو تا چند صد کرون از اون چهار تا کم میکنن، نفهمیدم. بله دیشب من یک ایمیل از اونا گرفتم، گفتن بله شما باکس داری ما فرستادی که ما 4000 تا کم کردیم، ولی اینوایس فاکتور شماره فلان و فاکتور شماره فلان رو ما از این کم میکنیم، 2500 تا به شما میدیم. آه یعنی اون سه ماه اوپسنینگ تید رو از اون کم کردن، درسته؟ من نمیدونم، به من توضیح نداده این سه ماه اوپسنینگ بوده، ولی تازه اگر اینطور باشه اینها بازم این مقدار نمیشه اینها، یعنی همچین رقمی عذاب در نمیادش اینا. ضمن این که توی خودشون توضیح دادن که اوپسنینگ من یک ماهه و این یک ماه خودشون حساب کردن از آگوست که من خبر دادم، حساب کردن که تو من تا سپتامبر باید این پولو بدم و منم دادم بهشون. بعد از اون دیگه من چیزی نداشتم، قراردادی با اینا نداشتم اینا. والا مشکلی که خب به هر حال این مسئله حساب کتاب دیگه، اینجا مسئله حقوقی ما نمیبینیم اینجا. اینو شما باید با کنچنسشون تماس بگیرید و دونه دونه اون فاکتورایی که نوشتن ازشون سوال کنید چقدر قیمتشه، چرا اینو با حساب کن به قول ایشون، چون شرمنده الان. نه والا توصیه کاری کردم و بعد از این من قلاب سنگم کردم، میدادم به یه تلفنی که مثلا من شماره 130 بودم توی نوبتشون. دقیقا به همون دلیلیه که من دارم براتون میگم، یعنی این الان تو به خاطر اون نقل و انتقالی که اینا دارن میکنن عملا تقریبا غیر ممکنه با اینا تماس گرفتم. البته من دارم این کارو دارم سه ماه انجام میدم، یعنی از ماه اکتبر، اواخر اکتبر شروع کردم به اینا تلفن زدن اینا، و آخرین چیزی که اینا به من گفتن که نه ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، تو بفرست برای رکل مکون. یعنی ببین اگه میتونی با اونا چیزی، منم برای اینا فرستادم، ابتدا گفتم بله ما چیزی درست کردیم، اگه باکس بفرستیم ما پولتو میدیم، منم هم براشون فرستادم و اینا. بعد از مدت ها اینا حالا اینا میگن که ما دو تا اینقدر بعد از تو کم بکنیم اینا، و هیچ و ارجاع میدم به اون دو تا فاکتوری که قبلا به اصطلاح قرار بود پرداخت کنید. یا حالا نه فاکتوری نبوده که من باید پرداخت بکنم، هنوزم نگفته که این چیه فاکتوره یا نه. شما مطمئن باشین که موفق خواهید شد اگه باهاشون تم بتونید تماس بگیرید، موفق خواهید شد، ولی اون دیگه 130 نفر جلو بودنتون رو باید تحمل کنین یه جوری. حالا من دارم 4-5 ماه دارم، اگه چنانچه موفق نشدم این زمینه داره برای شکایت و این زمینه همشد. شکایت داره. شما میخواید که یا خودتون این همه وقت بذارید یا وکیلی بگیرید که در واقع 800 کرون میخواید از اونو پس بگیرید، درسته؟ 1500 به اضافه 390 کرون 1300 کرون. آره آیا فکر میکنید این میارزه؟ اگه اونا محکوم بشن این پول مکلی باز من باید بدم؟ بله چون مبلغ دعوا خیلی پایینه. ولی من بهتون قول میدم که اگه با کنچست تماس باشید حل میشه، چون من خودم این کیس مشابه داشتم و من سعی کنیم با تماس و صحبت اینا مسئله حل کنیم. سپاسگزارم از شما قربان، موفق و پیروز باشید. آقای رستمی ما چند تا اس ام اس رو باید بگیرم. با عرض پوزش دوستی نوشتم ببخشید، کسی که اقامت آف داره و الان درخواست مدبوریال دادیم و هندلگاره گرفتیم، الان با گذشت 3 ماه از داشتن هندلگاره هنوز به ما جواب ندادن. ما برای هویت شناسنامه دادیم و میگن که باید بررسی بشه و واقعا نمیدونم چی رو دارن بررسی میکنن. وای این آیا این نرماله؟ بله کاملا نرمال، بسیار عالی. نگران کننده نیست، مردم 3 سال منتظر مونده هنوز جواب نگرفت. بله اینم که هیچ اجازه. بله دوستی نوشتن درود، خواستم بپرسم ویزا به پدر و مادر از سفارت سوئد در ایران بهتر
شده یا نه، اطلاعی دارید؟ جدیدن که دو هفته گذشته اطلاع ندارم، ولی این اواخر خب طبیعتاً مشکل‌تر شده، به خیلی جواب منفی دادن، حتی خیلی هایی که ویزا داشتن و بارها رفت آمد داشتن اینا، باز اونا هم جواب منفی گرفتن. پس اون زنی تغییری نکرده به طور کل. آیا پس گرفتن اقامت کسی که پیش از 6 سال به صورت قانونی اینجا زندگی کرده و کار دائم و زبان رو یاد گرفته راحت و آسانی می باشد یا خیر اقامت بر اساس ازدواج صادر شده و کلن چه موانع و شرایطی برای پس گرفتن اقامت دائم یک شخص وجود دارد؟ سوال خیلی مفصله، یعنی خود چی میگم؟ ازدواج کردن اومدن اینجا 6 سال زندگی میکنن، برای چی اقامت لغو میشه؟ این خودش مسئله است. اگر به خاطر اطلاعات دروغ در واقع بگیم که اداره مهاجرت بعدن فهم متوجه شده که این دروغ بوده، بخواد که اقامت رو باطل بکنه، یعنی اقامت فرد رو که به هر حال امکانش هست و نمیگم که نیست، ولی وقتی 4 سال از اقامت طی میشه و فرد خانواده داره اینا، یه مقدار لغو این اقامت به این سادگی نیست، یعنی یه مقدار تأمل میشه، ولی اگر دلایل قوی باشه خب اون یه بحث دیگه است. یعنی پس عملا حالت عادی اقامتی رو لغو نمی کنن؟ البته که نه، خب اقامت با دائم که لغو همینطوری لغو نمیشه که. بعد بغیر از این دروغ گفتن شرایط دیگه هم برای لغو اقامت وجود داره؟ معمولا یا دروغگویی در مورد مهاجرت، یعنی دلایل مهاجرت دروغ بوده باشه، هویت که در واقع اونم مسئله مهاجرتی پیدا میکنه، و نهایتا ارتکاب به جرم. ما میدونیم که افرادی که خارجی هستن و اقامت دائم حتی دارن، اگر مرتکب جرمی بشن و البته نه هر جرمی، ولی خب بعضی جرایم، و اون در واقع معیار هم اون مدت مجازاتشه، یعنی طول مدت زندانی حبسشونه که تعیین کننده میشه در اخراج، و خب فردی که پناهنده نباشه اخراج همچین فردی طبیعتاً راحت تر از اون فرد پناهنده است، ولی عرض کردم بیشتر از 4 سال فرد در سوئد زندگی کرده باشه، طبق حکم دادگاه عالی خانواده داشته باشه، کار داشته باشه، زبان بلد باشه، اون موقع تقریباً اخراج همچین فردی حتی مرتکب جرمی هم شده باشه یه مقدار دشواره، ولی اگه جرم سیاسنگینی باشه، قتل و اینا، خب اون یه بحث دیگه. بله اون که اصلا بحث شد. دوستی به سوئدی نوشتن که من در حال اسکول سانیره شدن هستم و سال 21 مارس 2023 این تموم میشه، من در این پریود تا اون زمان آیا میتونم یه انخیت بلاگ یا اکسی بلاگی و چیز بکنم، به تاسیس بکنم یا نه؟ من از متاسفانه از جزئیات این موضوع زیاد اطلاعی ندارم، بعد دعوا جواب دست در خواهش میکنم. 9843 بفهمید، بر روی خط هستید. سلام، خسته نباشید. قربان شما، سپاسگزارم، بفهمید. سوالی که خدمت آقای رستمی داشتم این بود که حدود 36 ماه پیش ما درخواست مدبریاره دادیم، بعد از 36 ماه یعنی 3 ماه پیش محلگره گرفتن، به ما محلگره دادن. اوکی. الان بعد از 3 ماه هنوز به ما جواب ندادن و هر بارم که زنگ میزنیم هی میگه که مثلا باید یه خورده صبر کنین به دلایل مختلف، خب یه سری قانونا و یه سری پروسه ها داره که باید طی بشه. الان این آخر ما شناسنامه داده بودیم واسه تعیین هویت و این چیزا، میگن که باید ترجمه بشه، نمیدونم چه میندیکیتی باید روش کار بکنه، آیا همچی چیز نرماله؟ این که شما 3 سال انتظار کشیدید به مفهوم نیست که در عرض این 3 سال این پرونده شما هی بررسی می شده، بلکه این چون تعداد متقاضی زیاد است پرونده اتفاق نمی افتد، همینجوری می مونه تو جعبه تو، تا اینکه همین که میگی 3 ماه پیش بالاخره یه نفر مسئول پیدا کرده و پرونده شما کار میکنه، شما در واقع این مدت زمان بررسی رو از اونجا حساب بکنید. و خب وقتی که شروع میکنه کار کردن به هر حال یه سری اقداماتی باید انجام بده، تحقیقاتی انجام بده، مطالب مطالعه بکنه، خب میتونه طول بکشه. ما اقامت عائف هم گرفته بودیم و بار دوم یعنی جواب منفیمونو گرفته بودیم و کیس نیو کیس دادیم و اقامت گرفتیم. من فکر کنم که بررسی الان با این وضعیتی که موجوده، بررسی درخواست پناهنده، بررسی درخواست تابعیت خیلی سنگین تر از پناهندگی هم حتی هست.
گرچه شما اصلا متوجه این قضیه نمیشید، ولی خب ببینید کنترل های چی میشه. کنترل میره تمام کیس پناهندگی، سابقه تاریخچه پناهندگی شما بررسی، اقامت شما بررسی میشه، هویت شما دوباره بررسی میشه، کنترل های امنیتی انجام میگیره، از انواع اقسام اداره ها کنترل صورت میگیره، از پلیس مرزی کنترل صورت میگیره. یعنی خب انجام این تحقیقات به زمان میبره و این به نظر من این حجم این تحقیقات خیلی سنگین‌تر از درخواست رسیدگی به درخواست پناهندگیه و این اقدامات زیادی باید انجام بگیره. و خب این در بعضی موارد خب وقتی که نیاز به ترجمه باشه، خب به هر حال ترجمه اسناد اینا به طول میکشه. خب تمام این مراحل گذشته، یعنی من هر بار که باش صحبت کردم. این شما حدس میزنید، اون که به شما دقیقاً هر کاری کرده که شما اعلام نمیکنه که فرد مسئول پرونده، ولی خب شما حدس میزنید که این گونه است. ایشون هم که حوصله نداره همه تحقیقاتش رو به شما توضیح بده، که اصلا لزومی هم نداره. سوال من اینه که آیا مشکلی هست بابت پرونده، یا اینی که نه کلا نرمال؟ نه مشکل خاصی نیست، همینطوریه. خب معمولا چقدر طول میکشه؟ خیلی بخواد طول بکشه جوابه؟ والا حالا شما بستگی چی رو در نظر بگیرید. یعنی اگر از حالا از روزی که شما درخواست دادید 3 سال طی شده، بنابراین اونجوری اگه حساب بکنید، خب الان فکر میکنم که مدت زمان انتظار به 4 سال هم رسیده حتی. بنابراین شما انتظار داشته باشید که چند ماه دیگه حداقل طول خواهد کشید. بله متشکرم. خدا نگهدار. شما موفق و پیروز باشید. من فکر میکنم میرسیم یک شنونده دیگه هم داشته باشیم. جانم درود بر شما، بفهمید با جناب رستمی عزیز بر روی خط هستید. سلام حضورتون بخیر. من سوال داشتم در که من یه پناهجو بودم که سال 2016 اقامت گرفتم 3 ساله، بعد قبل از اینکه اقامتم تمام بشه کار میکردم و اینا، منطورم آبت گیبرم به دلیل اشتباهی که کرد یکی از ماها حقوق من کم زد، در حال اشتباه بود، در حال که حقوقی که من گرفتم خیلی خیلی نرمال بود و همیشه بود. بعد زمانی که من درخواست دادم برای دوباره تمدیدش تو سال 2019، همزمان هم برای اقامت دائم درخواست دادم، هم برای اقامت 3 ساله مجدد. شما در مورد پناهندگی صحبت میکنید درسته؟ یه اقامت کاریه؟ اقامت پناهندگی. پناهندگی گرفتم بعد همزمان کارم میکردم. بعد زمانی که درخواست مجدد فرستادم برای تمدید اقامتم تو سال 2019، اینا هم هر دو تا رو بررسی کردن، مطلب به اقامت کاری منو اقامت دائم منو موافقت نکردن به دلیل اینکه گفتن یه ماه حقوق تو چیز نموده، تا که مالو کنم اشتباه آبستگی باره بود و اینا. بعد دوره 3 ساله دیگه مجدد من دارم. من خواستم اینو الان درخواست بدم که اگر من بخوام دوباره درخواست اقامت دائم بدم، چون هنوز هم باید صبر کنید تا این دوران در واقع اقامتی که گرفتیم به اتمام برسه. بعد با تماش تموم شده آخه، چون زیادن تو سایتشون نشن شما هر زمان بتونید ثابت کنید که میتونید درآمد خودتو داشته باشید، میتونید در دوره درخواست بدید. به چه صورته؟ نه خیلی همچیزی کجا نوشته شده؟ من فکر کنم چیزی نوشته تو سایت داره مهاجرت. فکر میکنم که نیست که شما اقامت 3 ساله گرفتین و صبر کنید تا اون تموم، قبل اینکه تموم بشه یک دو ماه بله. خواهش میکنم موفق و پیروز باشید. جناب رستم عزیز آخرین سوال ما سریعا ازتون بپرسم. یک دوستی نوشتم من به خواهر و بچه هاش پناه داده باشم و آنها بخوان درخواست پناهندگی بدن، آیا برای من که به آنها پناه دادم مشکلی پیش یعنی میاد؟ یعنی چی پناه دادم؟ مثلا اومدن خونه ایشون موندن دیگه، احتمالاً نمیدونم دقیقاً توضیح ندادن متاسفانه، چون یه موقع اونا غیر قانونی تو سوئد هستن، منظور اینه دیگه درسته؟ شاید اینطوری باشه. شاید نه، به هر حال اداره مهاجرت و اینا که نمیدونن که اینا فرد کجا زندگی کرده و مصاحبه که صورت میگیره، حالا این دورانی که مثلا این فرد حتما غیر قانونی اینجا مونده، به هر حال یه مسئله برای خودمون پناهجو، ولی برای کسی که این فرد خونش زندگی کرده قاعدتا مشکلی نیست، از قانونی ایرادی نداره. بسیار سپاسگزارم از شما، آرزو موفقیت میکنم، امیدوارم که هفته آینده هم بتونیم در کنار شما. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشین. دوستان عزیزان، چون برنامه تا چند ثانیه دیگر قطع خواهد شد و به پایان میرسه، از همگی شما عزیزان تشکر میکنم، آرزو موفقیت میکنم و امیدوارم که فردا هم بتونیم در کنار شما عزیزان باشیم.